با سلام به حاضرین در سمینار حق احیاد و کیفر مرگ در ایران که به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدان در شهر فلورانس برگزار می شود. ابتدا وظیفه خودم می دانم که از همه سازمانها و شخصیت های دستن در کار این نشست قدردانی کنم. همچنین از حضور آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنار شخصیت های حقوق بشری و کنشگران سیاسی ایران خوشحالم. و امید اینکه ایشان بتوانند با تلاش خودشان برای متوجه کردن مسئولیت جامعه بین‌المللی نسبت به ماشین کشتار جمهوری اسلامی که پیش از چهار دهه است بدون وقف جان شهروندان ایرانی را میگیرد بیفزایند. جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب با پاک کردن جوخه مرگ بر بام مدرسه رفاه و اعدام سران رژیم سابق استقرار خود را با خشونت و نقض حقوق بشر آغاز کرد. اعدام همزاد حکومت اسلامی است حکومتی غیر متعارف که از بنیادهای آن بر اساس اصول شریعت استوار شده است شریعت شیعه همه حاضران در این سمینار کارنامه سیاه حکومت اسلامی را در زمینه اعدام در دفع این چهل و چند ساله به خوبی می که همباره در صدر لیست اعدام قرار داشته گروه‌های از گروه های سیاسی از بهاییان دگر باشان دگر زنان کودکان قاچاقچیان مواد مخدر و اقلیت های قومی و مذهبی چند نفر تا کنون توسط هیولایی به نام جمهوری اسلامی اعدام شدند من در اینجا میخواهم روی اعدام در جمهوری اسلامی به عنوان قتل سازمان یافته حکومتی مرکز کنم آقای کریور روشنفکر دینی میگوید در اسلام در اسلام اسلام سنتی انسان فاقد حقوق ذاتی است و ببنای برابری حقوقی همه انسان ها که سنگ اول اندیشه حقوق بشر است توسط اسلام نقض می شود. همین روایت را محمد تقی جعفری که او را پدر معنوی حقوق بشر اسلامی می نامند در منشوری که در تقابل با اعلامی جهانی حقوق بشر در ماه اوت 1990, 1990 تحت عنوان حقوق بشر اسلامی تهیه کرده است روشنی بیان می کند. او می نویسد حقوق بشر بایستی بر پایه یک بنیاد ارزشی تعریف شود که با نظرات پیامبر اسلام منطبق باشد. او در مقایسه بین حقوق بشر غربی و اسلامی از آن می دارد اسلام زندگی به عنوان هدیه خداوند فهمیده می شود. در منشور غربی انسان در مرکز همه چیز قرار میگیرد و نه خدا انسان بی خدا سرگشته است این نگاه ایدولوژیک از بد و انقلاب بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مسلط بوده و مقوره اعدام در جمهوری اسلامی نیز که از آن من به عنوان قتل سازمانی یافته حکومتی اسمی برم را می در همین چارچوب بررسی کرد یعنی بستر جنایت اعدام و نقض حقوق بشر را بایستی در بنیاد ایدئولوژیک حکومت اسلامی جستجو نمود از اسفند سال 1357 تا کنون به دستور خمینی دادگاه های انقلاب تأسیز و شروع به کار کردند. دادگاه انقلاب دستگاه و ماشین سرکوب و ماشین کشتار حکومت اسلامی است که توسط حاکمان شهر بدون دادرسی عادلانه در ظرف این چهل و چند سال جان شهروندان ایرانی ایران را گرفته است. دادگاه های انقلاب احکام اعدام را بر مبنای قرآن، سنت و مقررات اسلامی و منابع فقه شیعی صادر می کنند. احکام محاربه، مفسد فیلرز، قطع و طریق، بقی، ارتداد، قتل عمد، زنا و با محارم و یا تجاوز به عنف همه از منابع قرآن، از منابع فوق و یا قرآن استخراج شدند. حکومت اسلامی ساختاری درست کرده است تحت عنوان دادگاه انقلاب که بازپرس دارد که در کنارش همیشه یک بازجو فعال است خود هم صدور حکم توسط قاضی همین دادگاه دادگاه انقلاب صادر می شود و وقت اجرای حکم هم یک قاضی اجرای احکام بر اعدام نظارت می کند اتهاماتی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است لیست بلند بالایی است که ربطی به قوانین مدنی و عرفی در کشورهای دیگر ندارند در پروسه دادرسی و محاکمه متهم سیاسی از داشتن وکیل مستقل محروم است و نیروهای امنیتی بر این روند نظارت کامل دارند این ساختار به مدت چهل و چهار سال است که اعدام می کند و مدام عریض و تر می شود. جمهوری اسلامی کانون وکلای اسکودا را که عضو کانون بین المللی حقوق دانان است عملا منحل کرده و وکلای امنیتی که به وکلای تبصری 49 مشهور شده اند به جای دفاع از متهم عملا در خدمت قاضی هستند این ساختار همیشه مورد حمایت علی ای ولی یه فقیه نظام اسلامی بوده است جمهور اسلامی از شهر الگویی درست کرده است برای مجازات مخالفین سیاسی عقیدتی دیگر اندیشان بهایی ها دیگر باشان و دیگر گروه های اجتماعی وقتی میگویم قتل سازمان یافته و حکومتی یعنی قتلی که حکومت بر اساس ایدئولوژی اسلام سیاسی علیه شهروندان خود سازماندهی کرده است و نه بر مبنای قوانین مدرن و رایج چنین برخوردی قابل مقایسه است با دستگاه انکیزاسیون کلیسای قرون وسطا و یا دستگاه قضایی نازیسم هیتلری جمهوری اسلامی از اعدام همواره برای سرکوب مرعوب کردن و حذف فیزیکی یه شهروندان ایرانی استفاده کرده و می کند. خیلی از اعدام ها خودسرانه یا فراغذایی هستند که حتی بدون همین حکم و پروسه دادرسی حکومتی هم به اجرا گذاشته می شوند. حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارها و محکومیت های پی در پی سازمان های حقوق بشری همچنان بر اساس ساختار قضای شریع اعدام را ادامه میدهد و خشونت را خشونت اجتماعی را دامن میزند. در مقابل این خشونت حکومتی جمهوری اسلامی و تجربه هورناک ما از فاشیسم اسلامی همه نیروهای دموکراسی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی به ایرانی آزاد و دموکراتیک هستند با سی پیشاپیش مدافع لغو حکم اعدام در ایران آینده باشند ما سازمان های عضو پیمان همکاری خود را به میثاق دفاع از حق حیات متعهد میدانیم و لغم حکم اعدام در ایران آینده را یکی از پایه های مهم عدالت انتقالی به شمار می آوریم. تجربه زیسته به ما نشان داده است که سیاست آنجا که به نقض حقوق بشر نمی درها را به روی جنایت باز می کند. با امید روزی که ایرانی بدون اعدام داشته باشیم.